سلام، مهدی مدرسم، ماک اگزامینر آیلتس و اینجام با یک ویدیو جذاب در مورد لیسنینگ کامپیوتری آیلتس. این ویدیو از دو بخش تشکیل میشه. یه بخشش اطلاعات پایه‌ایه که من به صورت نکات خیلی ریز در مورد لیسنینگ کامپیوتری آیلتس خدمتتون عرض میکنم و بعدش معرفی یه وبسایت که اونم مثل هفته پیش در مورد آیلتس سالف صحبت کردم باهاتون، وبسایتی که کتابای کمبریج رو به صورت نمونه سوال کامپیوتری در آورده بود، یه وبسایتی برای بچه‌هایی که دارن برای آیلتس کامپیوتری آماده میشن میتونه خیلی کمک کننده باشه. نکته اول در مورد اینه که ما اصلا تو لیسنینگ آیلتس چه مشکل عمده‌ای داریم. ببینید، دانشجو، نه این حرفی که من میزنم فقط در مورد دانشجو ایرانی نیست، در مورد تمام سیستم موجود آیلتس جهانه. حالا جهان که میگم این یه سلکتد کانتریز، در سال 2014 این تحقیقات توسط خود سازمان آیلتس انجام شده. عمده یه مشکلی که بچه ها دارن اینه که خودشونو خیلی دست بالا میگیرن، یعنی به اصطلاح overconfident. اصطلاح تخصصیش، و حالا یه بخوام یه ویو یه کوچولو تخصصی بهتون بدم، این بحث performance appraisal که میگه آقا من یه دانشجوی رو میشینن اینجا یه تست ازش میگیرن، یه تست رو میزنن، بعدش ازش میپرسن که خب فکر میکنی چند تا سوال درست دادی، آیا این سوال درست دادی، میگه آره نه، اینجور جواب میده، بعدش این جوابی که داده که این سوال درست دادم این سوال درست نزدم با نتیجه واقعی امتحانش مقایسه میکنن و نتیجه نشون میده که عموما تو بحث لیسنینگ آیلتس بچه ها یه توقع بیش از حد از خودشون دارن. خب حالا ممکنه بگید که یا من توقع بیش از حد از خودم ندارم، یا خب حالا این چه ربطی به معنی داره که میخوام برم امتحان بدم. ربطش اینجاست که بچه ها، زمانی که شما از خودتون توقع بیش از حد دارید به صورت جنرال، دارید خودتون رو گرفتار یک چرخه‌ای میکنید که در نهایت یأس و ناامیدی توشه، یا اینکه از هدفاتون کوتاه میایید. بارها و بارها من دیدم که دانشجو به من میگه استاد من 7 میخوام، من باید با 7 برم. و منم بسیار تلاش میکنم که به دانشجوم تمام اطلاعاتی که برای 7 نیاز هست رو بدم، تو بازخوردهای ریدینگش، رایتینگش، حالا بحث امروزمون لیسنینگ، تست که میزنه ریزالتاشو برای من میفرسته، یه بازخوردی بهش بدم که بهش کمک کنه 7 بشه. و وقتی وارد جلسه میشه و با خود واقعیش روبرو میشه، میبینه که از 7 پایین تر شد. خب آیا این فقط مشکل سیستم منه؟ نه، مشکل تمام جهان آیلتس. حالا من این اصطلاح رو امروز هم استفاده میکنم. بچه ها از خودتون توقع معنادار داشته باشید، یعنی یه جوری این هوپستون رو چیز نکنید، آپ نگه ندارید، بگید آه من میزنم میترکونم، بعدش میری سر جلسه امتحان تو خونه جلو کامپیوتر هر جا خراب میکنی. کم کم سرخورده میشی. کم کم هم نیستا، 3 تست که زدی دیدی مثلا از عدد 24 نمیای بالا، وا میدی و این وا دادن خطرناکه. اون دانشجوی موفقه که اول بدون اینکه از خودش هیچ پیش فرضی داشته باشه بره تست بزنه، خب من 20 تا درست زدم، حالا تستمو تحلیل کنم که این 21 دو تا چجوری اتفاق میفته، یعنی 20 تا درست زدم، حالا تست بعدی 2 تا بیشتر درست بزنم. و عموما اونایی رو اصلاح کنه که آسون ترن، نه اونایی که خیلی سختن مثل مالتیپل چویس آیتم ها. و حواستون هم باشه، من تا حالا کم دیدم کسی تو خونه لیسنینگشو 9 بزنه. سر جلسه امتحان ممکنه 9 بزنید، تو خونه خیلی سخته. یعنی وقتی میگم واسه شخص خودم، واسه همکارای درجه بالایی که دیدم، اساتیدی که نمرات بالا تو آیلتس آوردن لایو واشنو گوشتم، اونایی که آنست صحبت کردن گفتن تو خونه خیلی کم میشد ما 9 بشیم. پس اینا حواستون باشه بچه ها، از خودتون انتظاری نداشته باشید که این انتظار باعث بشه اصلا بذارید کنار بحث لیسنینگ. نکته دوم کوتاه کنم،
اینه که لیسنینگ کامپیوتری به واقع سخت‌تر از لیسنینگ کاغذیه، چون از ابزارهایی که ما میتونیم استفاده کنیم تا به اصطلاح اوورلودینگ اتفاق نیفته، کاگنیتیو اوورلودینگ اتفاق نیفته، از دسترسمون خارج میشه. ممکنه بپرسید کاگنیتیو اوورلودینگ یعنی چی؟ اما اوورلودینگ رو بدونید همونه، یعنی این که آقا من همزمان باید گوش بدم، چشم به مانیتور باشه، دارم تست رو میزنم، باید اون اطلاعات 3 ثانیه پیشم که شنیدم تو ذهنم ریویو کنم، از اون سمت باید به اطلاعات جدیدم گوش بدم دیگه، یعنی حداقل 4 تا کاره که من دارم میفهمم. این وسط کارام یهو حواست پرت بشه، این چرا لباسش اینجوریه، تمومه. خب زمان امتحان کاغذی این بود، اینم بود، یه کاغذی بود شما مینوشتید. نه اینکه تو زمان امتحان لیسنینگ کامپیوتری نباشه، ولی آیا شما میتونید تایپینگ رو بذارید کنار، بنویسید بعدش بیاد تایپ کنید؟ خب نمیتونید دیگه، همزمان باید بیاید پایین. 2 دقیقه آخر کار بهتون وقت میدن که اطلاعاتتون رو چک کنید، برخلاف امتحان کاغذی آیلتس که تو بخش لیسنینگ آخر کار 10 دقیقه بهتون وقت میدادن. این نیست. پس حواستون به این بخش ماجرا که اضافه شده هم باشه. حالا ممکنه بپرسید آقا من چجوری حواسم باشه؟ داری آینه دق میذاری جلو رو من، هی دارم اینا یادم میاد، وای چیکار کنم؟ خب بدتر شده، حالا ما کاغذم نمیتونیم بنویسیم. یعنی اصلا فرض کن اینجا کامپیوتر باشه، من اینجا بخوام بنویسم، دوباره تایپ کنم، دوباره دستم به موسم باید باشه، چون سوالات رو باید بالا پایین کنید دیگه. من نمیشه، این تقریبا برای نوشتن تقریبا حذف شده. کار ندارم ممکنه واسه 1 سوال و 2 سوال و اینا، اوکی اینا مثال نقض کلام من نیست، اینا شانس خوبه. حالا چیکار کنیم؟ حالا من کلن 20 دقیقه ویدیو تو یوتیوب هم میخوام بسازم، نمیتونم هم که بیام تو 20 دقیقه چی میگن راکت ساینس ارائه بدم. 100 سخن در 1 سخن. سرعت لیسنینگتون رو، اونی که داره پخش میشه رو ببرید رو 1 و 2. ممکنه بگید استاد این آیلتسی که من دارم تست میزنم رو کامپیوتر سرعتش یکی، من نمیتونم تغییر بدم. اگه میدونی از چه کتابی عزیزم، خب برو پیدا کن، ترکشو دانلود کن، بذار رو موبایلت، میوت کن کامپیوترتو، اینا 1 و 2 دهم پخش کن. حل قضیه 1. اگرم نمیدونی، خب تست اون 1 دونه رو که رو کامپیوتر نمیدونی مال کجاست، 1 بزن، بعدش 1 و 2 دهم بزن. خب چرا باید 1 و 2 دهم بزنم؟ مگه 1 و 2 دهم داره چیکار میکنه؟ یادتونه گفتم کاگنیتیو اوورلودینگ، کاگنیتیو یعنی اینا، هرچی این بالا داره اتفاق میفته. خب حالا من چجوری بیام دونه دونه اینا رو براتون بحث بدم؟ ساده دارم میگم آقا وقتی سرعت 1 و 2 دهم باشه، شما داری به این گنده بالا، به مغز دستور میدی که در هر 1 ثانیه باید تو 0.2 ثانیه بهتر کار کنی. اول مغزت مقاومت میکنه، جا میمونی، نمیتونی بزنی، اه چی شد، اه اه دفعه قبل بهتر بود. بعد از 7-8 بار این توانایی های عجیب غریبی داره و خودشو به شما ثابت میکنه، به شرط اینکه شما هم پشتکار داشته باشید. وقتی خودشو به شما ثابت کرد، اون وقت میبینید که نتیجه آسان تر شد و ناخودآگاه اون کاگنیتیو اوورلودینگ تا یه حد خیلی زیادی رنگ میبازه. چرا؟ چون یاد گرفته 0.2 ثانیه بهتر کار کنه. اون وقت اون 0.2 ثانیه رو میذاره به اینکه سوال بعدی رو بخونی، 3 ثانیه قبلش چی بود، آیا اینه جوابه؟ چون به هر حال اطلاعات قبلی که گذشته رو شما دارید گوش میدید دیگه، ممکنه عقب بیفتید. همین امروز من تست لیسنینگ زدم تو 1 تا 10 خواهید دید من یه دونه عقب افتادم، کلمه جینز جواب بود، من فقط کژوال شنیدم و کژوال هم نوشتم با اینکه احتمال میدادم غلط باشه، عقب افتادم. اگه ذهن من آماده 1 و 2 دهم باشه، دیگه این اتفاق بچه ها نمیافته. خب میخوایم بریم رو مانیتور و تست رو ببینیم، وبسایت رو بهتون معرفی کنم، آخر ویدیو هم یه تکنیک کوچولوی دیگه بهتون میگم در مورد لیسنینگ. خوشحالم که آیلتس مدرس رو سابسکرایب دارید، همچنین دارید این ویدیو رو میبینید، لایک میکنید، کامنت میذارید. این باعث میشه که ما و یعنی تیم آیلتس مدرس بهتر برای شما محتوایی تولید کنه که مشکلتون رو حل میکنه. از اینجا به بعد میخوام
کامنت هایی که میذارید در مورد مشکلاتتون تو آیلتس باشه تا ویدیوهای بعدی رو بچه ها بر اساس این مشکلات من بسازم. کامنت کنید که چه مشکلی دارید و تا اونجایی که بشه تو ویدیوهای یوتیوب اینا رو هندل کرد من قطعا براتون ویدیو خواهم ساخت. بریم رو مانیتور با مبحث لیسنینگ و اینکه تو پارت 1 و پارت 2 اینا چجوری تست. این همون وبسایتی که در موردش صحبت میکردم، IELTSSimulation.com، این بالا میبینید IELTSSimulation.com. اینو تو اینترنت بزنید ببینید بچه ها بخش لیسنینگ و سوا داره، ریدینگ سوا، رایتینگ سوا، سپیکینگ هم سوا. سپیکینگشو چک نکردم، رایتینگش رو چک کردم نسبتاً، و که البته ما بحثمون امروز روی لیسنینگه، رایتینگش هم رو چک نکردم. اما بخش لیسنینگ که مبحث امروز ماست تو ببینید بچه ها، روی آنلاین پرکتیسش که کلیک میکنید یه اینجور چیزی میاد بالا. خب اینا ببینید 2017 18 19 20 21 22 و 23. 2023 شو که میخواید بزنید ازتون میخواید برید توی یوتیوبش و یه چیزایی ببینید، it's okay you can do it. ولی از 22 ش که میخواید بزنید، آها اینا اینجاست که استارتشو میزنید و اینجوری شروع میشه. This is the IELTS listening test 2022. من یه دونه پارتو You will hear a man phoning to... من اینو لیو میکنم بعدا میتونید ادامه بدید خودتون. یه خوبی که یه دونه پارتم زدم بهتون الان نمونه مثال نشون بدم، یه چیز جالبی که این وبسایت داره که من بقیه وبسایت ها رو ندیدم داشته باشه اینه که ببینید اومده گفته که کامپلیشن ها، ما یه سری پرکتیس داریم سواگونه، یعنی الان نگاه کنید من میزنم روی این، نگاه کنید استارت میزنی میاد فقط about an endangered bear in British Columbia, Canada, known as the spirit bear. فقط داره همینو بتونید. You have some time to look at questions 31 to 40. فازش هم فاز همون بخش 4 که داره بهتون میگه. اگه بخش 4 خوشتون نیومد یا مثلا اونجا مشکل ندارید، یه جای دیگه مشکل دارید، نگاه میکنید مثلا من پارت 1 کامپلیشن ها، خب یا پارت 1 یا پارت 4 عموما خب نگاه کنید ببینید این درست پارت. You will hear a woman talking to a doctor at a clinic about a medical problem. تعداد اینجور تستایی هم کم نیست، 10 تا دونه پرکتیس گذاشته. مپ لیبلینگ که خیلی هاتون روش مشکل دارید اینجا براتون سواگونا آورده. سوالاش هم ببینید، من پرکتیس فکر کنم یکیشو دیدم، حالا 6 شو زدم، نگاه کنید شبیه امتحان اصلیه تقریبا. You will hear a tour guide giving a talk about a museum center called Riverside Industrial Village. First, you have some time to look at questions 14 to 20. و مالتیپل چویس هم که دوباره اشکال خیلی هاتونه. البته مشکل خیلی هاتو بحث مالتیپل چویس لزوما اینجا حل نمیشه، شما باید عادت تست زدن داشته باشید و اینکه حواستون به دو سه نقطه باشه در حین تست زدن، چیزی نیست که به این راحتی ها به دست بیاد. حالا اون یه دونه ای که من زدم فکر کنم نبستم که، آها اینجاست، نگاه کنید من پارت 1 و 2 شو زدم برای پارت 1 و 2 اینا پارت 1 اش بیاد. نگاه کنید تصدیق کردم اینا همش درست بوده، این یکی رو از دست دادم، گفته بود چه لباسی بپوشن، ظاهرا گفته بود جینز رو شنیدم ولی مطمئن نبودم، کژوال رو شنیده بودم، کژوال رو گذاشتم. این یه دونه غلط مال خودمه. پارت 2 هم یه دونه غلط زدم که شما ببینید چجوری غلطه، یه دونه غلط هم ظاهرا خودم داشتم، چه دوتا ببینید. ای خوبی این وبسایت اینه که زمانی که میخواید هایلایت کنید، ببینید حالا تست تموم شده ولی اگه من یه تستی رو مثلا این تست رو بزنم بخوام شروع کنم، خوبی اینه که بهتون اجازه هایلایت مثل امتحان میده، یعنی راست کلیک میکنی هایلایت 2018. خب اینو این اتفاقاتی که تو این وبسایت میفته و برای لیسنینگ پرکتیس به نظرم خیلی وبسایت خوبیه.
یه دو تا نکته ریسنینگی هم آخر کار بهتون بگم. زمانی که اینا رو دارید میخونید، خب یعنی مالتیپل چویس ها رو، اگه میخواید درست جواب بدید، سریع بیاید و قبل از این که پارت 3 مثلا شروع بشه شروع کنید بخونید. من این پارت ها رو دیگه شانسی زدم، مثلا گوش ندادم چون میخواستم ببینم ویدیو بگیرم براتون بیارم، پارت 3 و 4 رو دیگه لزوما تست نزدم روش، ولی این الان نمیذاره به شما یک ریتینگ نهایی نمیده. سابمیت که میخواید بکنید تا کامل نشه بهتون جواب نمیده. پارت 4 اش هم همینجور شد، من فقط یه سری چیزا نوشتم، حروف الف با توش نوشتم. حالا اگه زمان کم میارید تو مالتیپل چویس ها برای خوندن، از تایمای مرده توی امتحان استفاده کنید. توی امتحان اصلی پارت 1 2 3 4 اینجوری نمیاد، زیر برگتون اون پایین میاد، یه چیزی شبیه اینه. نگاه کنید، من حالا لیسنینگ اینو اگه باز کنم، لیسنینگ تست 3 اگه بهم اجازه بده پلی نکنه، خب خوبه پلی نکرده. نگاه کنید این پایینا اینم نداره، این وبسایتیه که من قبلا بهتون معرفی کردم، این چلتا رو یه جا داره، ولی توی امتحان اصلیتون پایین برگه دونه دونه سوالات هست، پایین این صفحه دونه دونه سوالات هست، پارت به پارت هم با کلید که بزنید جلو، یک کلید جلو عقب، فلش داره، فوروارد و بکورد داره، میزنید میره بعدی، میزنید میره تست بخش بعدی، یعنی مثل اینجا پارت 1 پارت 2. پایینش هم البته دونه دونه جا هست برای اینکه کلیک کنید برید سوال 25 که جواب ندادید رو ببینید، میتونید دقیقا تشخیص بدید کدوم سوالات رو جواب ندادید. حالا مالتیپل چویس ها رو وقتی بهش میرسید بچه ها، زمانتون رو از قبل بیارید رو اینا، چیزیه که قطعا انجام میدید، یعنی چیزی نیست که بگم انجام، و وقتی دارید میخونید حتما هایلایت کنید اون بخشا رو. و یه نکته دیگه که من سر کلاسه اسپیکینگ هم کلاسه لیسنینگ هم خیلی میگم، و اون اینکه یه 40 ثانیه تقریبا از زمانی که صحبت میکنن تا برسن سر سوال 21 شما زمان دارید. اون 40 ثانیه هم رو در حد یه سوال میتونید بخونید، یعنی به عبارت دیگر وقتی شروع شد و شما به عنوان مثال سوال چون 26 گفته 21 تا 26 شروع کرده به صحبت کردن، شما سر 26ی، خب خیلی خیلی حیفه که اینو نخونی و بری سراغ اولی. یه 30-40 ثانیه فرصت داری، گوش نده داره چی میگه، نگران نباش، داره تاپیکو معرفی میکنه، تاپیک هم این بالا نوشته شده، این مثلا بحث فود پکیجینگ، بسته‌بندی غذا، جای نگرانی اصلا نداره، در حد یه سال سری بخون بیا بالا. و اینکه شانسی هم بزنید بچه‌ها، این شانسی زدن من حالا شاید نباید بگم، ولی نگاه کن من کلا شانسی زدم، یه دونش درست در اومد عذاب، دو تاش درست در اومد عذاب، سه تاش درست در عذاب در اومده، به خدا شانسی زدم. ببینید نمیگم که تلاش نکنید، ولی میگم وقتی شک دارید شانسی بزنید و حس نکنید، به خودتون حس بد ندید که ای وای خطای خیلی بد شد، این سیستم آموزشی ما این حس بد رو به شما داده. تو سیستم ما همیشه به خاطر خطاهامون تنبیه شدیم، ما یه امتحان 20 نمره داشته، اگه تو دبیرستان شما 10 می آوردید حداقل زمان من، ما خیلی سختمون بود، تو یکی دو روز اصلا رومون نمیشد. خب نصف کارو که من انجام دادم، نصف زحمتا رو که کشتم، چرا کسی اینو نمیبینه؟ حالا من ده نمی آوردم، آقا نگی ده می آوردی، ولی با این ذهنیت بچه‌ها خودتون رو تنبیه نکنید. شانسی زدنم یه بخشی از امتحانه، گوش دارید میدید، به هر حال لیسنینگ از این گوش که میره تو دیگه بر نمیگرده دوباره تکرار کنه. اگه دوباره تکرار میکرد، همه شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید قطعا هفت به بالا میزدید، چیش به بالا میزدید. پس شانسی زدن رو یه بخش از امتحان بدونید، در حد مثلا 10%، یعنی تو 40 سال 4 تا سال. امیدوارم که این ویدیو براتون لذت بخش بوده باشه، خوشحالم که تا اینجا موندید، امیدوارم که این تکنیک آخر کارم که بهتون گفتم هرچند تا یه حدی آشنایی دارید باش به درتون خورده باشه. ممنون و سپاسگزارم که آیلتس مدرس رو فالو دارید.